خب الان فصل بهار هست و بهترین موقع است برای که اگه حوضی داریم و توش ماهی نگه میداریم ماهی های قرمز اینا رو آبش رو باید دیگه عوض بکنیم و حوض رو تمیز بکنیم. زمستون تموم شده و بهار شروع شده و باید یه داریم حوض ماهیاتون رو تمیز بکنیم و شم بشوریم و آب تازه پر بکنیم و آمادش کنیم که اگه ماهی تخم‌گذار داریم که تخم میذاره براتون، اگه نه که خودشون هم سرحال‌تر میشن و آبشون هم تمیز میشه. خب من الان پمپ رو روشن کردم که آب از اینکه تخلیه بشن، اونطور که میبینیم سطح آب پایین رفته و این که چقدر هم جلبک زده و پارسال این هم میمونده. این چهار تا ماهی رو بعدش میگه اون گوشه یه سمت چپ الان اومدیم من کوچیکه اون ماده است نارنجیه برای ستاشون نرم. تا این اندازه ما آبو خالی کردیم همونطور که می‌بینید. این علزونای مخصوص آب هستش، توش ماهیارا باید بگیرم و کفش ببینیم که چقدر برگ و لجن و این جلبک و این چیز هست که همه اینا باید تمیز بشه، خالی بشه. من که پمپه اونم باید در بیارم. آموزشش هم اونم گذاشته بودم براتون. اینم علزونایی هستش که جلبک خورم. خب پیش از اینکه این کارو بکنی ظرف سطح میاریم آب تازه پر میکنیم و محلولی که ضد کلور هست رو توش میریزیم. حتما بعد اونو بریزیم چون اگه نریزیم ماهیاتون میمیرن، چون از آب کهنه میان تو آب تازه و این کلور داره رو بهشون صدمه میزنه. حتما این کار رو باید بکنیم. خب ماهی ها رو ما خیلی راحت گرفتم و گذاشتم اینجا. حتما سرش رو بپوشونیم با یه آبکش چون اینا سریع میپرن بیرون بهشون شاد کاره بشه. اون ماده هستش نارنجیه. خب حالا کاری که میکنیم اگه توش حلزون داریم باید با دقت کفش رو بگردین، اگه نه این جلبک ها رو قشنگ این جلبک ها رشته ای اینا رو بکشون بیرون تمامش رو تمیز بکنیم. اینا همش آفته. حالا بعد بهتون نشون میدن چجوری باید با اینا مبارزه کنین و چه موادی داره. و چون من حلزون دارم این دیواره رو تمیز نمی کنم، این جلبک ها رو حفظ میکنم، فقط رشته ای ها رو میکنم. این جلبک رو فقط از این حلزونه فقط از این جلبک رو تغذیه میکنم و اگه اینا رو هضم میکنم ممکن بمیرم. خب به این شکل دارم من توش رو خالی کردم. حالا مونده که یه دور آب تازه بگیرم و بشونم. بهترین ماده برای شستشو حوض و چیزایی که تو آب هستش آب زیاد استفاده از آب اکسیژن هستش، همونطور که گفتم حتما از دستکش پلاستیکی استفاده کنید، سوراخ هم نباشه. زیرش هم از اینجا که برداشتم به این شکل این کرم و این چیزا، چون روی باغچه من اینو کار گذاشته بودم، اونو میشوریم و بعد میذاریمش دوباره سر جاش. گیاهای اینورم یه ذره من هرس میکنم که اگه نیفته اون تو. با خود ما شستیم و داریم آبشو پر میکنیم. یه مقدار از خزوهاش من باقی گذاشتم، بقیه رو تمیز کردم با آب اکسیژن. پمپش هم شستم و گذاشتم. اون پمپش هم درست کردنش و فیلمش رو گذاشته بودم براتون اگه یاد بگیریم میتونیم چیز بکنیم. و آب اکسیژنه هم که استفاده کردم 12% هستش، هیدروژن پروکساید هستش. حتما دستکش دستتون بکنیم که میسوزه. این مایه هم استفاده میکنیم که تمام فلزات سنگین و کلر آب رو از بین ببر که بتونیم فوری ماهی ها رو برگردونیم توش. تو اگه اینو نریزیم ماهی ها رو بریزیم با آبشاشاشون صدمه میزنه و کشنده است. خب ما حوض پر کردیم و اگه ببینید یه تهرنگ آبی هم توش هست، یه داروی هستش برای ضد عفونی کردن و قارچ و این دو چیزا که میرزم اونم بهتون نشون میدم چیه. اونم ریختم، حتما مقدار درصدش رو هر دو تاری که بهتون معرفی کردم و دقت کنید چون بیش از اندازه باشه ماهی رو میکشه. خب حالا یه چیز دیگه که میخوام بهتون معرفی کنم، یه چیز جدیدی هستش. اینا ساقه‌های جو هستش، گندم اینا به صورت بسته‌بندی کاملا هم طبیعیه، هیچ موادی چیزی نداره. اینا رو اگه بندازین تو حوضتون باعث میشه که جلبک نگیره، به صورت طبیعی باعث جلبک نزدنش میشه. من یه دو تا دونه گرفتم بندازیم تست بکنیم و به جز اونم باعث میشه که اگه ماهیاتون تخم گذاشتن تو حوض بچه مایلا اینا پایین میشن و جلو خورده شدنشون رو میگیره. اینا رو وا میکنم، این دوتا هم اضافه میکنم و بعد ماهی ها رو میریم که بندازیم داخلش دیگه. آب قشنگ زلال تمیز آزار آمده برای ماهی.
خب اینو انداختیم، تقریبا برای 3 تا 6 ماه کافی هستش. بعد از اون بعد درش میاریم و دوباره یه دونه تازه‌اش رو بندازیم. حالا اینکه ماهی ها رو بگیریم، ماده مونه شکمش هم میبینیم اشه پره. تورای سیمه استفاده نکنیم، تور پارچه ای که بدن ماهی آسیب نبینه. ماهی هاشون هم خارجی های خودشونه. الان این ماهی ایرانی بود و 200 تا ملق میزد، چیلنگ تخته مینداخت تا بتونه بگیرش. ببینم که هم آروم هم انسان هم اینه. دقیقا 30 سال با ماهی سر و کار دارم. ماهی هیچ جا رو مثل اینجا نیده، اینقدر آروم باشه. سه تا نرم اینه گندورک اونه به تو عذیت میکنم. برو تو رفت این حل از اونا رو هم باید میدازیم داخلش یه دیگه با دست میگیرم و میدازم چی از حوزمون یه رفت تا سال دیگه اش میکنم دیگه. خب حوزمون هم تموم شد، روش هم توری کشم. حتما اگه بیرون هستش توری بکشیم. خارج کشور مرغ ماهیخوار هستش یا روباه میگیره، ایران هم که گربه و کلا بزنم بهشون غذا بدیم. برای آماده خوردنه فیلتر هم شستیم و همه چی تموم دیگه. این هم که سنگ هوای خورشیدیش هست،